شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا موسوم به ایزیو نگران احتمال حملات گروه ها یا افراد کوچک با سلاح‌های های ابتدایی است. به همین دلیل سطح تهدید تروریستی در استرالیا از ماه اپریل از ممکن به محتمل افزایش یافته است مقامات استرالیایی میگویند از ماه اپریل تا کنون هشت حادثه در کشور مورد بررسی قرار گرفته است انتونی البنیزی نخست وزیر استرالیا امروز دوشنبه 5 آگوست گفت که سطح تهدید در سال 2022 کاهش یافت اما افزایش افرازگرایی در طیف سیاسی و ایدئولوژیک این ارتقا را اجتناب ناپذیر کرده است آقای البنیزی به خبرنگاران در کمبرا گفت من میخواهم به استرالیایی ها اطمینان دهم که محتمل بودن به معنای اجتناب ناپذیر نیست و به این معنا نیست که اطلاعاتی درباره یک تهدید یا خطر قریب الوقوع در دست است وی افزود اما توصیه که دریافت کرده ایم این است که استرالیایی های بیشتری طیف گستردهتری از ایدئولوژی های افراطی را پذیرفتند و این وظیفه ماست که هوشیار باشیم بر اساس گزارش ها در تمام هشت به گفته ی مقام های اطلاعاتی اختلال بررسی شده در چهار ماه گذشته مردان 14 تا 21 ساله دست داشتند، مقامات استرالیایی هشدار میدهند که جوانان استرالیایی به ویژه آسی پذیر هستند در همین حال مایک برجس مدیر کل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا که در هنگام اعلام این خبر صحبت میکرد گفت که اکنون خشونت با انگیزه سیاسی همراه با جاسوسی و مداخله خارجی نگرانی اصلی امنیتی آژانس تحت رهبری اوست او گفت ما شاهد افزایش افرادگرایی هستیم استرالیایی های بیشتری با سرعت بیشتری رادیکال و رادیکال می شوند وی افزود استرالیایی های بیشتری مایل به استفاده از خشونت برای پیشبرد اهداف خود هستند مدیر کل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا افسود این شامل اعتراض خشونت آمیز شورش و حمله به یک سیاستمدار یا نهادهای دموکراتیک است آقای برجس افسود در حالی که اختلافات و بحث سیاسی بخش اساسی یک دموکراسی سالم است رفتارهای تحریک‌آمیز در حال عادی شدن هستند و اعتماد به نهادها در حال از بین رفتن است وی افسود این روند در دوران کووید افزایش یافت و پس از حملات تروریستی به اسرائیل شتاب گرفت و در واکنش نظامی اسرائیل شتاب گرفت آقای برجس گفت که این تصمیم به جنگ غزه و تنش‌های گسترده‌تر در خاورمیانه مربوط نمی‌شود. وی افزود در این محل ما معتقد نیستیم که هیچ یک از توطعه های تروریستی که در سال گذشته مورد بررسی قرار داده ایم از غزه الهام گرفتند. او اگرچه افسود اگرچه این درگیری ها به نارضایتی ها دامن زده است اعتراض ها را ترویج می کند تفرقه را تشدید می کند انسجام اجتماعی را تضعیف می کند و عدم تحمل را افزایش می دهد ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا یا همان ایزیو گفت که او قادر به ارائه جزئیات در مورد هشت حمله یا اختلالاتی نیست که یا شامل اعمال تروریستی بوده یا به عنوان اقدامات بالقوه تروریستی در استرالیا در چهار ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است با این حال او افزود که محتمل ترین اقدام تروریستی انواع حملاتی خواهد بود که در آن یک فرد یا گروه کوچک با استفاده از سلاحهای ابتدایی مانند چاقو، مواد منفجره دستساز یا اسلحه در آن شرکت می کنند. او گفت اعمال خشونت ممکن است تقریبا خود به خود و صرفا واکنشی باشد. آقای برجس افزود که تعداد کودکان خردسالی که از افرادگرایی خشونت استقبال می کنند نیز افزایش یافته است. آیا می به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟